آقای شی در ضیافت سیاتل در خلال سخنرانی خود به مسائل متفاوتی از جمله لزوم تحکیم مناسبات دو کشور بر پایه اعتماد اشاره کرد. ایجاد مناسبات بهتر با ایالات متحده بر پایه احترام متقابل، گسترش روابط غیرخصمانه و همکاری که برای دو طرف سودآور باشد از اولویت‌های سیاست خارجی چین است. امیدوار هستیم که بتوانیم با آمریکا به تفاهم بیشتر برسیم و از اختلاف پرهیز کنیم. امید آن داریم که مناسباتمان بیشتر بر پایه اعتماد پیش برود. نه شک و شبهه تا هرچه بیشتر بتوانیم از اختلاف و سوء تفاهم فاصله بگیریم. رئیس جمهوری چین در ادامه سخنرانی خود به طیف وسیعی از مسائل مختلف از جمله اختلافات سایبری که اخیراً منجر به کدورت ایالات متحده شده اشاره داشت. چنانچه براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر آقای شی گفته بود باید در یک گفتگوی دو نفره این مسئله را با آقای شی در میان بگذارد. چین مدافع سرسخت امنیت سایبری است. خود قربانی هکر است. دولت چین دست به تخلفی نمی زند و هرگز کسی را به سرقت تجاری تشویق و یا از آن حمایت نمی کند. دزدی جرم است. خواه این دزدی اینترنتی باشد، خواه هک کردن سایت های دولت ها. این اقدامات باید بر اساس قوانین و کنوانسیون های بین المللی انجام گیرد. آقای شی در ارتباط با ارزش پول چین نیز افزود چین ارزش پول خود را برای تقویت صادراتش پایین نخواهد آورد. مسئله ای که از دیرباز موجب نگرانی و دغدغه بسیاری از سرمایه‌داران آمریکایی بوده است. رئیس جمهوری چین قرار است روز جمعه برای گفتگو در زمینه جاسوسی های سایبری و مسائل اقتصادی با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کند. در این حال شینهوا خبرگزاری رسمی چین همزمان با حضور آقای شی در آمریکا از معامله شرکت‌های چینی با هواپیماسازی بوئینگ در مورد مونتاژ 300 فروند جت در چین خبر داده است. شرکت ساخت هواپیماهای تجاری چین که یک شرکت دولتی است با بوئینگ همچنین به توافق رسیده است که در چین یک کارخانه خط مونتاژ بوئینگ 737 ایجاد کند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.